بنابراین این دو حلقه ای که الان عملا در ایران برقرار هستند در واقع عمر نظام رو طولانی می کنند و نظام رو از هر گونه حرکت خود جوش در داخل ایران و انقلاب یا هماهنگی تمام ملیت ها چه فارس و غیر فارس در ایران مسئول می داره و عمر نظام رو طولانی و بی خطر می کند. بله جناب آقای ناصر ابیات، جناب آقای کنانی اشاره‌ای داشتن به یک حلقه درونی و یک حلقه برونی که منظورشون از حلقه برونی ملیت‌های غیر فارس در ایران و در واقع ما میتونیم ملیت‌های ایران رو به ملیت فارس، کرد، عرب، ترک، بلوچ و ترکمن در واقع تقسیم میشه ایران. آیا واقعاً ملیت فارس در ایران تحت ستم نیست؟ یا اینکه ما اصلا زندانی سیاسی فارس در واقع در ایران نداریم، در حالی که میبینیم در خبرها و در گزارشات در زندانهای ایران از ملیت فارس هم موجود هست. نظر جناب عالی در این خصوص؟ بله برادر، من سوال شما رو خوب نشنیدم، صداتون واضح نیست برای من. بله عرض کردم خدمتتون، آیا واقعاً ملیت فارس در ایران تحت ستم نیست؟ بله من خدمت شما عرض کنم که نه، این هم بی‌انصافیست از که بگیم که مثلا ملیت فارس الان در تو بهشت تو ایران و بیشترین امکانات رفاهی اجتماعی رو داره. نه این درست نیست. ما داریم بحث ما اینجاست که واقعا آیا کسانی که مدعی حقوق بشر هستند و به ملیت فارس متعلق هستند آیا واقعا احساس مسئولیت نسبت به حقوق بشر دارند یا ندارند؟ در ایران، در دیر رژیمی که الان تو ایران حکومت میکنه، هیچ کس آزادی نداره، هیچ کس راحت نیست بجز کسانی که نوکری این نظام را میکنن. این یه نقطه واضح هست و میبینیم که مثلا چه روز پیش است به بلاگ نویس آقای ستار بهشتی زیر شکنجه کشته شد. یک فارس بود. من اینجا این نقطه را مطرح کنم که نمیخواهیم ما اینجا فرقی باشه بین قومیت های غیر فارس و فارس و این واقعا فاجعه بزرگی است برای تمام فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشری ایرانی داره. ولی این واکنش هایی که ما داریم اینجا میبینیم این فقط در خدمت نظام هست که بتونه تفرقه بین یک فعال حقوق بشری فارس و فعال حقوق بشری غیر فارس بوده. من از تجربه شخصی میخوام خدمت شما عرض کنم که وقتی من نمایشگاهم برگزار کردم، نمایشگاه دوم، خانم آشتیانی که به سنگسار محکوم شده بود واقعا یه حیز بزرگی از نمایشگاهی که من خودم گذاشته بودم به تصویر کشیدم. مشکلات خانم آشتیانی چون در اینجا در سوئد در روزنامه های محلی سوئد واقعا زیاد نوشتن در مورد و می دونستن. هیچ وقت نگفتن این یه خانم فارس به من ربطی نداره، چون من زیاد داریم عربای زیاد دارید تو ایران که واقعا تحت ظلم هستن. انسان انسان هست، چه فارس باشه، چه عرب باشه، چه کرد باشه، چه آفریقایی باشه. به عنوان یک فعال حقوق بشر باید نژاد، رنگ، دین و قومیت را کنار بذارم و فقط در خدمت بشر باشد. ولی متاسفانه اینجا دیده نمیشه. مثلا هر آدم آزاده و روشن فکری آقای محترم به خوبی میداند که بیانیه جهانی حقوق بشر تضمین حق آزادی عقیده و آزادی انتخاب را داده و علاوه بر آن هر ملتی حق دارد تا مرکز سیاسی خود را و آزادانه انتخاب کند. بله. ولی با این رفتارهای غیر متمدن و غیر مسئول اپوزیسیون ایرانی در خارج ثابت شده که فرق اونها فرق و قرار می دارن و اونها که وحشت دارن. ما هیچ گونه وحشتی نداریم، سینه هامون
بازه و میتونیم با هر کی بحث کنیم. بله. جناب آقای کنانی، من در سخنان آقای ابیات کلماتی از قبیل قوم بیشتر میشنوم در واقع. به نظر جناب عالی قوم و ملیت و ملت، آیا اعراب، کردها، بلوچا، ترکمنها، ترکا قوم هستن یا ملیت؟ اینا قربان ملت هستن به خاطر اینکه تمام مشخصه های یک ملت رو دارا هستن. یک ملت اون تعریفی که از یک ملت علمی تعریف علمیشی دادن اینه که مجموعی از مردم که پشتوانه تاریخی مشترک، نگرش به آینده